بازی استقلال رو بازی دیشب رو از دو منظر میشه بهش نگاه کرد، یک منظر بحث فنی قضیه است و یک بحث دیگه که الان خیلی مطرح هستش و عامیانه است، بحث داوریه. متاسفانه فوتبال ما همیشه تحت شعاع یه سری از اتفاقات میفته، یعنی یک اتفاقی میفته در یک مسابقه مثل همین اشتباهی که داوری کردش و پنالتی رو به نفع استقلال نگرفت، کل بازی تحت شعاع اون قرار میگیره، دیگه یادمون میره که واقعیت فوتبال چی بوده. خب همونطور که میدونید استقلال دیشب برخلاف جریان بازی موفق شد گل اول رو بزنه. استقلال شروع بازی فوق العاده تحت فشار بودش و تیم حریف خیلی با قدرت بازی رو شروع کرد، تیم رو تحت فشار قرار داد و مشخص بود که استقلال به دنبال این هستش که اول بخواد نتیجه رو حفظ کنه. تا برخلاف روند بازی خوشبختانه به گل رسید. حالا شاید داور به خاطر اون خطایی که گرفتش تو ضربه کاشته اومد جبران بکنه یا خود مهربان‌تر که چه اصلا خیلی بیش از حد مهربان شد با تیم حریف، اما در مجموع شرایط بازی به گونه‌ای بودش که برتری میدان با تیم حریف بود. استقلال به دلیل نداشتن بازیکن‌های کناری خودش خیلی لطمه خورد دیروز، چون به نفس حملات استقلال این هستش که خط حمله بسیار خوب استقلال داره و کناری‌های استقلال یعنی بازیکنان وینگر چپ و راستشون مکمل‌هایی هستن که میتونن کامل بکنن. جناب طباطبایی اگه بخوایم خیلی کوتاه به موضوع نگاه بکنیم، راجع بازی دیشب فکر می‌کنین که استقلال میتونست بازنده نباشه؟ با حالا فرمودین که مهره‌های خیلی کمی در اختیار داشت و با توجه به شیوه بازی استقلال میتونستیم که نتیجه رو تغییر بدیم، آیا این از نظر فنی امکان پذیر بود؟ یا ببینید روند بازی رو وقتی نگاه می‌کردیم، اگر استقلال به گل می‌رسید باز هم استقلال تحت فشار قرار می‌گرفت، چون مشخصاً تیم حریف درسته اونها به خاطر مسابقات بیش از حدی که پشت سر هم داشتن و فشاری که آوردن یه مقدار تحلیل رفته بودن، اما باز کیفیت بدنیشون از ما بهتر بود و تیمی بودش که فوق العاده گردش توپش سریع و بالا بودش و این کار استقلال خیلی سخت کرده بود. دیروز ما 20 دقیقه 25 دقیقه اول من فکر می‌کنم بالای 10 تا کورنر گرفتن اونها و این اتفاق نشون دهنده این هستش که استقلال تحت فشار گذاشته بودن. ما تو باشگاه آسیا باید خیلی بیش از این کار بکنیم، بیش از این کار کردن فقط این نیستش که بگیم لازم فنی بخوایم کار بکنیم، تیم هم باید پشتوانه مدیریتی خوبی هم داشته باشن که بتونن براشون برنامه‌ریزی و بسترسازی بکنن که تیم استقلال وقتی که وارد چنین مسابقاتی داره میشه که بازیاش پشت سر هم و تحت فشاره، 10 تا 15 روز تمریناتش رو از دست نده. ما بازیکنان با دو گروه یا سه گروه به قطر اضافه شدن. خب وقتی که تیم ما بازی اولش نیمه اول رو از دست میده، نیمه دوم مجبور میشه دو برابر توانش انرژی مصرف بکنه، خب همینا باعث میشه که لحظه‌ای تیم بیش از حد تحلیل بخواد بره. اگر یه برنامه‌ریزی خوب داشته باشیم من فکر می‌کنم تیم‌های ما خیلی راحت‌تر میتونن با همین امکانات محدود با هزینه‌های کمتری که نسبت به کشورهای حوزه خلیج فارس دارن بتونن حرفای بسیار بیشتری رو بگن.